این نامیه که دانشجوهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روی دوچرخه هیبریدی گذاشتن. دوچرخه با الگوبرداری از یوز پلنگ ایرانی ساخته شده. از اهداف دانشجویان مقابله با آلودگی هوا در کلان شهرها همچون مثل تهران و شاید هم اصفهان. در همین باره گفتگو میکنم با آقای کریمی مهندس برق و آقای رزاق بلوری افشار استاد و مشاور پروژه. سلام شبتون بخیر. سلام شبتون بخیر. شما تو زمینه های دکتر کریمی چی شد اصلا سراغ این طرح رفتید؟ چجوری ساخته شد؟ در ادامه طراحی خودروی برقی قاصدک نصیری که در این دانشگاه طراحی و ساخته شده بود، یک گروهی تشکیل شد با هدف طراحی و ساخت دوچرخه هیبریدی. این گروه تحت نظر دو تا استاد بزرگوار فرهیخته، جناب آقای دکتر محمد تقی بطحایی و جناب آقای مهندس رزاق بلوری افشار شکل گرفت و در این گروه ما از دانشجویان مختلف، از جمله از طراحی صنعتی ما جناب آقای مهندس مؤمنی از جوانان نخبه و خلاق در گروه خودمون داشتیم، دانشجوی رشته مکانیک و دانشجوی رشته برق، اینها رو با هم یه گروهی بود که آقای که من به طور خلاصه اسامی دوستان رو ذکر میکنم، جناب آقای مهندس نور محمدپور، جناب آقای مهندس رفعت، جناب آقای مهندس نادم، جناب آقای مهندس سماواتیان و جناب آقای مهندس داستانی اعضایی که در این تیم شرکت داشتن. هدف ما کلی این بود که ما دوچرخه‌ای ساخته بشه با فرهنگ ایرانی و ما تو طراحیمون اگه فرصت باشن دقیقاً توضیح میدم که ما چجوری اون به اصطلاح نمادهای ایرانی رو تونستیم در این دوچرخه به اصطلاح اعمال کنیم. و یکی از عواملی که فرهنگ استفاده از دوچرخه در ایران ضعیف بود به خاطر ناهمگونی به اصطلاح اکثر سطح به اصطلاح شهرها بود که متشکرم. من در ادامه فرصتش توضیح خواهم داد. آقای بولی‌افشار، این دوچرخه‌ای که الان ساخته شده چه ویژگی‌هایی داره؟ اصلا ویژگی شبیه به یوز پلنگ داره؟ یعنی واقعا از اون چیزی الهام گرفته شده برای این، یا اینکه نه فقط تشابه نامه چون اون خوب میره و سرعتش خوبه و اصلا فقط برای تشابه سرعتش گرفتیم؟ نه، اگر دقت بفرمایید برای ظاهر دوچرخه تقریبا به اون شکل هست، اون هدف درش منظور شده. اما ویژگی که این دوچرخه داره یه شکل خاصی از دوچرخه است. شما یه طراحی خاصیه که این طراحی در چند تا از کشورهایی که مسابقات به اصطلاح طراحی دوچرخه برگزار میکنن در اونجاها برنده شده و یه شکل شمایل خاص خودشو داره. بله. تقریبا میتونم بگم منحصر به فرد از این نظر. باتری چجوریه؟ اصلا این باتری یعنی پا میزنید باتری شارژ میشه بعد این مسافت خودش میره؟ باتری برای چی؟ 5 تا مود کاری داره این دوچرخه که میتونه فقط پدال باشه، ترکیبی از پدال و پا باشه، میتونه فقط حالت برقی باشه و حالتی داره که این حالت شارژ میشه. در زمانی که شما تو کافی هستی میتونی پا بزنی و این باتری شارژ بشه، در زمانی که شیب زیاد هست به اصطلاح از اون شارژی که شده استفاده کنید. و 5 تا مود کاری داره. من در یه صحبتم به این دوچرخه در مسابقه طراحی که توسط نهاد معاونت ریاست جمهوری برگزار شد در مرحله طراحی مقام اول کسب کرد. در مسابقه جهانی تایوان هم این دوچرخه جزو تیم‌های برگزیده انتخاب شد. در این مشکلاتی که مردم دارن برای خرید همین موتور برقی که وارد شده، حالا تو مناطق آزاد هست همون تو کلان شهر، یعنی قیمت بالاست، این واقعا قیمت تمام شدهش چقدره؟ اصلا شما برای تجاری سازیش با کسی مذاکره کردید یا برای تجاری سازیش با مشکلاتی مواجه هستید؟ فکر می‌کنید اصلا این به ثمر ما واقعش از خارج از کشور به خاطر هم به اصطلاح جایگاهی که در اون مسابقه جهانی کسی چند نفر داشتیم از آلمان و از کشور چین برای تجاری سازی این دوچرخه، ولی در داخل هنوز به اصطلاح کسی در این زمینه با ما صحبتی نکرده، ولی با همون دو گروه در حال مذاکره هستیم که ببینیم که یعنی خارج ساخته چه داخل. نه، هدف ما اینه با هر دو گروه که صحبت کردیم ایران مستثنا کردن، گفتیم ما طراحی و تولید در ایران کاملا در اختیار خود ما هست، اگر شما به اصطلاح خواستید به جز ایران، بنابراین برای ایران اون به اصطلاح بحثا همیشه مستثنا کردیم. شرکت داخلی هنوز هیچ کس هنوز به اصطلاح صحبتی نشد. این تازه هم اینم به خدمت شما عرض کنم، تازه طراحی و ساختش به اتمام رسیده و خود ما هم چقدر تموم میشه فکر میکنه اگر به طول تجربه رسانی برای مردم قابل خرید هست؟ ما چون آپشن های مختلفی رو این دو چرخه گذاشتیم، بحث با آپشن های قیمت متفاوت میتونه باشه. به نظرم از حداقل اون چیزی که ما برآورد کردیم، چیزی که دست مشتری میتونه برسه، از 1.5 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان میتونه بحث با آپشن هایی که رو این دو چرخه گذاشته میشه، میتونه تفاوت قیمت و جنس به اصطلاح ساخت مثلا آلومینیوم ساخته بشه یا فیبر کربن، خب این قیمت ها
متفاوت میشه. یعنی از آیه مانس اگر بخوایم رنج قیمتی بدیم از چقدر تا چقدر میتونه باشه؟ فکر کنم با اون محاسباتی که فعلا انجام شده و تقریبا میشه گفت محاسبات خامی هست، ما اینو برآورد میکنیم بین 2 میلیون تومان حداکثر تا 3 میلیون تومان که باید قیمت من فکر میکنم بسیار منطقی و خیلی معموله. ولی 2 میلیون تومان یا 3 میلیون تومانی که همکار دوچرخه رو میکنه همکار موتور. خیلی ممنون، متشکر. امیدواریم که توی ایران خودمون ساخته شه و شرکت داخلی هم باهاتون قرارداد ببندن و دستنجتون عملا تو خیابون ها ببینید. خیلی ممنون، متشکر.